ببین اگر که عفونت گوش درمان نشه، حالتهای مختلفی ممکن اتفاق بیفته. یکیش که خب همون بود که پرده سوراخ میشه و عفونت رو تخلیه میکنه، خودش خوب میشه. یه حالت دیگه اینی که مثلا آنتیبیوتیک داده شده به فرد ولی آنتیبیوتیک به صورت کافی داده نشده، یا یعنی که اصلا آنتیبیوتیک هم اصلا کلا فرد مورد درمان قرار نگرفته، بدنش خودش این عفونت رو کنترل کرده ولی اون گوش، فضای گوش میانی هنوز توش پر از مایه ای که دیگه خیلی عفونی نیست. عفونت توش هست ولی میزان عفونت خیلی کمتره. در این صورت اصطلاحی که حالا به صورت عامیانه به کار برده میشه میگن گوشش آب آورده. یا حالا ما میگیم سرازوتیت مدی، یعنی عفونت، ما میگیم اوتیت مدیای ترشحی، درگیری گوش به صورت اینکه داخل گوش ترشح ایجاد شده. اگه اسلاید بعدی هم کارتون نشون بدن، تو اسلاید من خدمتتون نشون میدم که بله ببینید این مایه‌ایه که پشت پرده گوشه به صورت رنگ زرد کهرباییه. اون نمایی که ما در معاینه می‌بینیم، پرده به سمت خود معاینه کننده بیرون زده یا به سمت داخل؟ ببین الان این نمایی که می‌بینید اینه، یعنی پرده گوش پشتش یه مایه زرد کهربایی ایجاد شده در ابتدای کار، یعنی که هنوز خیلی عفونت پیش، یعنی که هنوز این مایه خیلی مدت طولانی نیست که توی گوشه. نمای اولیه اینه. اگر که این قضیه ادامه پیدا کنه میشه اسلاید بعدی. نمای بعدی که میبینید یعنی پرده گوش به سمت داخل کشیده میشه، همین تصویر هم میبینید بله. انگار چسبیده روی حلزون، حفرات متعدد. یعنی ادامه اون قضیه قبلی هست. بله اولش اونه، یعنی پیشرفت رو نشون میده. پیشرفت رو نشون میده، یعنی مرحله اولش اینه که پشت پرده یه مایه. علامتش چی؟ علامتش اینه که بچه شنواییش کم شده. میارم میگن آقای دکتر این بچه گوشش عفونت کرد، بعد عفونتش خوب شد، یعنی دردش خوب شده، تبش خوب شده، ولی بچه دیگه نمیشنوه، الان شنواییش خیلی کم شده. اینه. حالا قضیه ویتی چیه؟ حالا من الان در ادامه خدمتتون عرض میکنم. ویتی در ادامه این است. ویتی درمان ایناست در حقیقت. پس مرحله اول اینه که بچه عفونت کنترل شده ولی مایه پشت گوشه. مرحله بعدی اینه که این مایه شدیدتر میشه و پرده به سمت حلزون کشیده میشه و حالا دیگه ممکنه مثلا پرده گوش سوراخ بشه، مشکلات اونطوری ممکنه اتفاق بیفته. ما چندین مرحله درمان دارویی میکنیم. 3 تا 6 ماه ما میتونیم اینو درمان دارویی بکنیم. اگر به درمان دارویی ما جواب نداد، یعنی هر کاری کردیم دیگه این بچه خوب نشد، اون وقت میایم از سلاح جراحی استفاده میکنیم. سلاح جراحی چیه؟ وسیله‌ای به اسم ونتیلیشن تیوب یا ویتی. ویتی چیکار میکنه؟ ویتی وسیله‌ای که اسلاید بعدی رو اگه همکارتون نشون بده من ویتی رو خدمتتون عرض میکنم چیه. این ویتیه. این توی پرده گوش ما یه لوله‌ای رو کار می‌ذاریم که این لوله اون تهویه‌ای که قرار شه پروستاش انجام بده و الان انجام نمیده، این تهویه رو به عهده میگیره و باعث میشه که دیگه مایه پشت پرده جمع نشه. این ویتی معمولاً 6 ماه تا 1 سال میمونه و بعد به صورت خود به خود خارج میشه از گوش. پس این یه وسیله درمانیه برای اینکه ما بتونیم اون چیزی که میگن گوشش آب آورده یا ترشح گوش میانی رو کنترل کنیم، در صورتی که به دارو و درمان جواب نده.